سلام درس 43 رو شروع کنیم با عنوان Making Connections برقراری ارتباط بخش اول Connecting Data and Evidence Read how a scientist used 14 cameras to study his baby on learning language خب یه مطلبی رو میخوایم بخونیم که یک دانشمندی برش 14 تا دوربین روزشته رفتارهای بچه رو ریکورد کرده که ببینه این چجوری زبانیات گیره In a child's life, the progression from just making noises to using words meaningfully is still not completely understood. خب مشخص نیست دیگه که از زمانی که بچه سرصدا میکنه تا وقتی که کلمات رو به صورت معنی دار استفاده میکنه چه اتفاقی میفته؟ این روند چطور؟ So an American scientist has collected 24,000 hours of video complemented by 33,000 hours of audio of his baby son. خب یه دانشمند امریکایی اومده 24,000 ساعت ویدیو در کناره به عنوان مکملش complemented by complemented در کنارش این چیزی که اونو تکمیل میکنه 33,000 ساعت هم آدیو ضبط کرده صدا ضبط کرده The scientist hopes computers will reveal links between the child's activities and his learning of language. Reveal. I hope that with this data that he gives computer, the computer will discover the connection between the links between the activities of the child and the learning He has divided each room into sections such as sink, Table, fridge and stove. Oh, The computer picks out combinations of movements combinations of move combinations. Combinations of movements between these sections which are repeated. Researchers then piece together in مثل پازل مثلا تیکه تیکه کنار هم میذارن How these fragments correlate with specific activities Fragments این بخش ها چطور با هم correlate with چطور به هم وصل میشن و روی هم تاثیر میذارن چطور به هم در واقع متصل میشن Such as making coffee or doing the dishes Eventually, the computer will bring all the information together to bring something together yani, in, and provide statistics on how often the child observed an activity before finally producing a word related to it. یه بچه چند بار باید یه فعالیت رو ببینه تا بتونه یواش یواش کلمات مرتبط با اون word related to it رو تولید کنه بگه نکته خیلی مهمیه حالا اینکه یک مطلبیه ولی به نظر میاد که به لحاظ علمی هم همینه ببینید یکی از دلایلی که ما کتاب میخونیم همینه خیلی از معلم ها میگن که آقا کتاب بذار کنار خوندن لغت و گرامه رو اتو کتاب اینا رو بذار کنار بیافت تو دل انگلیسی واقعی اینا رو باید در محیط در, در موقعیت یاد بگیرید و اتفاقا حرفشون درسته فقط نکته اینه که این حرف ناقصه حالا نه اینکه ندونن قطعا میدونن معلم خوب قطعا از این قضیه اطلاع داره اما حالا احتمالاً به واسطه توضیحاتی که قبلا دادن یا تو اون موقعیت فرصت نمیشه این مطلب رو تکمیل ببینید ما یه جایی بالاخره باید لغت رو یاد بگیریم یا گرامه رو یاد بگیریم وقتی یاد میگیریم این به معنی این نیست که ما میتونیم اینا رو استفاده کنیم اصلا اینجوری نیست شما یه لغتی رو خوب ممکنه یاد بگیرید ازتون بپرسند بلد باشید مثال باش بزنید تو مت تشخیصش بدید همه چی ولی نمیتونید استفادهش کنید خیلی وقتا یا یادتون نمیاد تو صحبت کردنتون نمیاد به صورت ناخداغا این برای چیه؟ اینجا حرف اون حرفی که باقی مدرسین میزنن معنا پیدا میکنه یعنی این بخش قبل شما باید بگیم تا اون یه مقدار واضح بشه ببینی؟ شما زمانی که با یک عبارتی با یک لغتی با یک گرامری آشنا میشید وقتی میگم آشنا میشید یعنی کاملا یادش میگیرید میتونید آگاهانه ازش استفاده کنید برای این که بتونه ناخداگاه بشه یعنی بدون اینکه شما فکر کنی روی زبان شما جاری بشه این احتیاج داره که در کانتکست های متنوعی تکرار بشه حالا دانشمنده مختلف از 6 7 بار تا 20 و چند بار این, تکرار رو گفتن ولی نکته اینه زمانی که شما یه جا یاد میگیرید این باید تکرار بشه حالا چیزی که و میگم اینه که شما برای یادگیری دلیل این که من کتاب درس میدم یا خیلی از مدرسای دیگه کتاب درس میدن به نظر من اینه حالا در مورد خودم که مطمئنم در مورد بقیه هم فکر میکنم همین باشه ببینید به نظر من بهترین حالتش اینه که شما اون لغت اون عبارت اون گرامر هر چیزی رو نوبت اول در یک منبع بسیار معتبر خوب مثل مثلا همین کینبریج یا آکسفورد یه جای دیگه یاد بگیرید بعد میریم تو مرحله مرور دیگه که من مرحله مرور رو گفتم یه بار خلاصه نویسی داریم یه بار مرور داریم که گفتم میتونید با ابزارهایی مثل نوشن و انکی این کار رو انجام بدید این مرور کردنه باعث میشه که اون هاف مطلبی که شما در یک منبع معتبر یاد گرفتید حالا به حافظه بلند مدتتون منتقل بشه نحوه کار رو یاد بگیرید بتونید تشخیصش بدید معنیشو بدونید نحوه استفاده همه اینا رو بدونید اما همچنان این باعث نمیشه که تضمین کننده این نیست که شما صد درصد موقعی صحبت کردن مثلا بتونید از اون استفاده کنید اون زمانی اتفاق میفته که پس از این یادگیریه شما خودتون رو در دنیای انگلیسی واقعی غرق کنید یعنی مدام فیلم و سریال انگلیسی ببینید پادکست گوش بدید مطلب بخونید کتاب بخونید که اینا همه اینایی که گفتم هیچ کدومش نباید آموزشی باشه یعنی در دل انگلیسی واقعی خودتون رو رها کنید، فیلم ببینید، سریال ببینید، ولی نه فیلم و سریالی که مرتبط با آموزش زبانه، نه، فیلم و سریالی که برای یه انگلیسی زبان تولید شده که ببینید. و چون در جاهای مختلف این کار میکنید، همونطور که گفتم فیلم، سریال، پادکست، رادیو، موزیک، مقاله، مطلب، کتاب، هر چیزی، در طول زمان تعداد کانتکست های زیادی که شما باهاش برخورد میکنید باعث میشه این مواردی که یاد گرفتید زمانی که اونجا تکرار میشن به مرور برای شما جا بیفته که یک کلمه یه عبارت یا یه ساختار جای درستش کجاست و در این تکراره به نظر من نه در تکرار مثلا با انکی اگه 20 دفعه با انکی تکرارش کنید سی دفعه تکرارش کنید تضمینیه برای اینکه حتما میتونید ازش استفاده کنید به صورت آگاهانه میتونید استفاده کنید دقت کنید من به صورت ناخودآگاه رو میگم تضمین نمیشه که اگه مثلا یه جا دارید شما مصاحبه میکنید بتونید از عبارتهایی که یاد گرفتید حتما استفاده کنید به صورت ناخودآگاه فقط زمانی اتفاق میفته که اول یادگیری در یک منبع معتبر و بعد مرور کردن و تمرین به صورت آگاهانه اتفاق افتاده باشه و بعد این تکرارهای متمادی در کانتکست های مختلف به واسطه ای اینکه خودتون رو در انگلیسی غرق کردید یا اون ایمیشنی که میگن تعداد اون تکرارها که زیاد میشه ده دفعه دوازده دفعه بیست دفعه اینا که تکرار میشه به مرحله ای می میرسید که شما دیگه نیازی به فکر کردن در رابطه با موارد یاد گرفتن نه. یاد گرفته شده نده پس این سه مرحله داره این به این حالته این نکته رو از این قسمت یاد بگیرید یه مقدار توضیحاتم زیاد شد ولی فکر کنم. نیاز بود که بگم هرچند که قبلا خیلی روینا اینا تاکید کرده بودم بخش دوم expressing links and connections between people and things خب توضیح پیوند ها و ارتباطات بین افراد و چیز ها nowadays the term hacker is synonymous with a criminal who attacks computer system synonymous with وقتی میگیم synonymous with یعنی این عبارت A معمولا اینجوری میگیم A is synonymous with B اینجوری میتونید عبارتش بسازید یعنی هم معنای با هکر هم معنای با یک مجرمیه که به کامپیوترها حمله میکنه این روز معنی میشه Originally the word referred to ارجاع میده به این کلمه a skilled programmer برنانویز ماهر and only later did it become associated with malicious attacks associated with مرتبط شد ارتباط پیدا کرد یه نکته ای هم در راستای این نکته ای که الان اینجا توضیح دادم اینجا بگم برای گرامر هم شما اگر میخواید گرامر براتون جا بیفته اینه که به نظر من یک بار یه دوره خوب گرامری رو بگذرونید یه کتابی رو بخونید یا هر چیزی و بعد توجه کنید که هر چیزی که میبینید این گرامرها کجا اتفاق میفته یه مثال بزنم خیلی بهتر فکر کنم مشخص میشه ببینید الان اینجا رو ببینید نوشته and only later did it become خب من اگر گرامر خونده باشم یه کتاب گرامری رو حالا نمیخوام میگم چه کتابی کتاب های خوب دیگه کتاب های مهم منبع درست حسابی خونده باشم میفهمم که اینی که اینجا نوشته این یه جور این ورژنه. خب من اگر به این دقت کنم موقع خوندنم مثلا دارم یه مقاله میخونم یه کتابی میخونم یا یه فیلمی دیدم یه چیزی استفاده شد یه مستندی یه لحظه مکس کنم میگم این پس یعنی همین که تشخیص میدم و بهش توجه میکنم میشه تمرین گرامر از دارم only later did it پس اگر من only later استفاده کردم پس بعدش ورژن میارم این هم یکی از این ورژن به این حالت شما میتونید روی گرامرتون هم به صورت ناخداگاه کار کنید یعنی وقت آنچنانی برای گرامر نذارید یه بار البته به نظر من این کار رو بکنید یعنی یه کتاب منبع مناسب گرامر رو از ابتدا تا انتها با حد اکثر دقت بخونید ولی یه بار بخونید تمریناش هم انجام بدید تمام بذارید که نه درسته که خیلی از مواردش بعدا از یادتون میره ولی اگر این شکلی باش برخورد کنید از بعد از اون یعنی چیزی که میبینید و آنالیز کنید یا اگر جایی احساس میکنید که مثلا خوب متوجه نمیشید اون موقع دیگه برید موضوعی بخونید نه اینکه هی کتاب بگیرید هی از اول تا ابتدا ای منابع مختلف رو بخونید نه وقت تلف نکنید بگذاریم بریم بعدی In humans and in chimpanzees hand movements accompanied by accompanied by یعنی در کنار همزمان با با هم speech or vocal sounds در کنار چی؟ کلام و صداهایی که در میاریم are made more often with the right hand than the left taken together همه اینا در کنار هم the data suggest that this phenomenon may date back as far as 5 million years ago رو میبینید عبارتها واقعا سادن فقط جای درست اینا رو یاد بگیرید تبدیل میشه به یک انگلیسی آکادمیک جذاب نیازه که اینا مطالعه در انگلیسی آکادمیک من اهمیت مطالعه رو خیلی بیشتر از شنیدن و دیدن میدونه. سعی کنید مطلب و مقاله زیاد بخونید، کتاب زیاد بخونید. In the 1980s, the wages of less skilled US workers fell relative to those of more skilled workers. fell relative to fell یعنی افت کرد حقوق اینادا حقوق Relative to, yenichi, با those of more skilled workers. The mutual mushtarak, the mutual influence of the inflow of less skilled immigrants and the growth in US imports is also important. Scientists have found evidence of Madoriki daloyeli, Dolabar an animal that can shrink and then grow again. Galapagos marine iguanas seem to grow smaller or larger, possibly reflecting changes in the body in the in the food supply Changes in food supply. reflecting reflect منعکس کردن دیگه انعکاس میده باستا به یک چیزی هست the book examines the development of the bond bond همون به قول من ارتباط اون حلقه واسط بین دو تا چیز ارتباط نزدیکی که دو تا چیز دارن همه اینا رو به باند ترجمه میکنه The relationship between رابطه بین individual development and the strength of the bond varies between sons and daughters. In question A, zero corresponds to disagree strongly. یعنی توی این question یا این پرسشنامه zero یعنی صفر اگر بذارید یعنی به معنی این هست که خیلی جدی باش مخالفید. And five indicates agree strongly. In questioner B، the reverse is true. برعكس درسته. تو فرم شماره B. In that در اون اینجا منظور در فلان فرم هست. کمی الان شیم دارم و دشوا بدن برای مثال می‌توانم بگویم، five is equivalent to strongly to disagree strongly. Equivalent یعنی مساوی است با، برابر است با. مخالفت شدید. The prefix inter prefix که می‌دونید پیشوند میشه دیگه indicates a link or relationship between things. inter پیشوندی است که ارتباط بین چند تا چیز رو نشون میده. مثلا interaction چند تا ارتباط در واقع تعامل میشه دیگه. و که الان اینجا میبینیم interaction between لرنر learning از ا defining characteristic اف education تعامل He families American مرتبط و تأثیر گذار یا تأثیر پذیر interrelated یعنی چیزهایی که به هم مرتبط هستند و روی هم تأثیر میذارن. و آخری میگه که the article is concerned with the interplay between emotions and logical thinking. Interplay به معنی این هست که دوتا یا چند تا چیز روی هم تأثیر بذار. تأثیر گذاری و تأثیر پذیری چند تا چیز روی هم رو با interplay نشون میدی. اما در برخش common mistake میگه که remember that the evidence is an uncountable noun. بله پس اینو نمیگیم evidences برای مثال The surface of the material showed evidence of and damage Evidence پس هیچ وقت اینو جمع نمی بندیم. اگر بخوایم بگیم مثلا چند تا مدرک و اینا میگیم مثلا two pieces of evidence به این شکل خب اینم از این درس تمرین ها رو انجام بدید و سوالی اگر براتون موند حتما مطرح کنید توی کانال هم سابسکرایب کنید اگر این کار نکردید ویدیو رو لایک کنید برای دیگران بفرستید و البته میتونید توی کانال تلگرام من و گروه تلگرامی بحث آزاد برای همه هم, هم عضو بشید که اونجا بتونید پارتنر اسپیکینگ پیدا کنید فرصت خوبیه برای تمرین کردن تا جلسه بعد